سلام و درود دارم به شما همه هموطنان بسیار عزیزم در داخل و خارج از ایران در برنامه امروز و فردای ایران از تلویزیون ایران فردا خوشحالم که در خدمتتون هستم چهار روز پیش روز بین جوانان بود از طرف سازمان ملل متحد که در این زمینه خدمتتون صحبتی رو دارم ولی قبل از اون اجازه بدید که به این دو سه واقعی که در هفته گذشته پیش آمده اشاره بکنم یکی مسئله سلمان رشدی و یک بار دیگر کوس رسوایی و بیهویتی جمهوری اسلامی بر تمام جهان و مرحله بعدی یادی بکنم از رفیق و دوست بسیار عزیزم آقای اسداللهی اللهی که هنرمندی بسیار بزرگ بسیار ارزشمند و گرامی بود زود رفت یادش گرامی بود اجازه بدید که برگردم به صحبت اصلی خودم و بگم که من دلم شور میزنه برای جوانان کشورم برای بچه هاش برای نوجوان هاش برای همهشون امروز که روز بینالمللی جوانانه یک بحث کلی تر رو میشه مطرح کرد به این معنا که درسته در سراسر جهان تعداد بیشماری از جوانان و نوجوانان هستند که اینها در مشکلات گسترده‌ای به سر میبرند در فقر و گرسنگی به سر میبرند در بیعدالتی و مشکلات روانی به سر میبرند همه اینها وجود داره و نمیشه که ازش گذشت ولی من از اونجایی که همیشه بر میگردم به مسئله کشور خودم هموطنان خودم میخوام برگردم به جوان رو به جوانان و نوجوانان ایران به این معنا بیام از یک بحثی آغاز بکنم که همه ما درگیرشیم به نوعی ما در میانسالی در بزرگسالی در کهنسالی بسیاریمون از خاطرات نوجوانی و جوانیمون تعریف میکنیم گاه با حسرت گاه با شادی که البته ما حسرت هامون توی این سالهای دراز بسیار بیشتر بوده ولی خب به این دلیل مسئله خیلی خیلی مهمه که این جوون ها این نوجوون ها چه زندگی رو شروع می کنند و چه آینده ای واسه شون مطرح میشه سازمان ملل متحد جوون و نوجوون رو سن نشون رو در بین 15 تا 25 سال گذاشته در حالتی که من توی جامعه خودمون این سن رو بالاتر میبرم میگم 15 سالش درسته ولی تا زیر پنجاه سال هم هنوز جوونه تو جامعه ما هنوز جوونه در خیلی از جوامع دنیا همینطوره ولی تو جامعه ما خیلی بیشتر به این دلیل که به هر حال توی جوامعی که مشکلات کمتری دارند یک آدم حدود پنجاه سال زندگیش رو آغاز کرده دوره میانسالیش رو میگذرونه و وارد جامعه شده خونه زندگی داره کار شغل همه این حرفا رو داره ولی تو جامعه ما که بسیاری هنوز در محدوده پنجاه سالگی در خونه پدر مادرشون زندگی میکنن و نمیتونن به دلیل عدم امکان عدم امکان اقتصادی به بیرون بیان و خودشون کاری داشته باشن و خون زندگی تشکیل بدن و وارد جامعه بشن خب در نتیجه این سن پی افزایش پیدا میکنه این افزایش سنی رو وقتی که نگاه میکنیم ما توی جامعه ما یه چیزی حدود بین 15 تا 24 سال 12 میلیون نفر و از اون طرف تا زیر 50 سال 49 43 میلیون نفر یعنی متجاوز از 60 میلیون از جامعه ما در این گروه سنی که خدمتون ارز کردم قرار داره اکثریت قریب به اتفاق اکثریت قریب به اتفاق نه آینده ای دارن نه پیش رو فکری که چه کارن بسیاری دیده میشه که به هر حال وقتی که خودکشی ها رو در سنین کم نگاه میکنیم میبینیم که اینها همه از بی خودکشی میکنن وقتی به ترک تحصیل ها نگاه میکنیم وقتی به آمارهای آخرین آمار نگاه میکنیم که نزدیک یک میلیون ترک تحصیل داریم باید نگاه بکنیم که چرا چه اتفاقی میفته که یک بچه مدرسه رو ول میکنه میره مثلا دنبال کار میره دنبال معیشت خانوادهش میره به دنبال این که ببینه که چه اتفاقی افتاده و چی کار میتونه بکنه میره به دنبال این که بسیاری از جاهایی که در ایران ما نگاه میکنیم پای بچه های کوچولو حتی دمپایی هم نیست میره به جاهایی که میبینه که مردم از فقر و گرسنگی این بچه های کوچولو تو سطلای آشغالن اون بزرگترها که اومدن درسشون خوندن مدرکشون گرفتن هرچه بیشتر رفتن بالاتر از بیکاری از نداشتن یک شغل آبرومند به مشاقلی پناه بردن که نیازی به این همه تحصیلات نداشته از طرف دیگه باز برمیگردیم به اینجایی که میبینیم که این تعداد بیشماری که اسمشون جوون و نوجوونه وقتی که به سنی میرسن که باید زندگی اقتصادی زندگی اجتماعی خانواده ازدواج و هر چیز دیگه ای که حد اقل هاست تو زندگی داشته باشن چون ندارن میرسیم به این که اینا به معتاد میشن به اعتیاد پناه میارن ناامید میشن اینها دچار افسردگی میشن اینها وقتی که نگاه بکنیم آمار اعتیاد در ایران رو که الان هیچ آماری داده نمیشه مثل اینکه مرکز آمار ایران در این رابطه یک پیشرفت خارق العاده ای رو کرده به این معنا که ده ده دیگه نه آمار زندان رو میده نه آمارهای اعتیاد رو میده نه آمارهای خودکشی رو میده هیچ جا هیچ چیزی دیگه مطرح نیست به این معنا ما برگردیم به این که اگر که گفته میشه 18 میلیون نفر با اعتیاد سر و کار دارند چه اونهایی که معتادن چه خانواده هایی که در این زمینه درگیر این اعتیاد هستند برمیگردیم به این جایی که میبینیم که اکثریت قریب به اتفاق اینها جوونن ولی اگر که یک جوون بدونیم جوونی چیه جوون کیه و جوون چی میخواد این نیازها رو بشناسیم شاید که منطقی تر به قضیه بتونیم برخورد بکنیم به این معنا که اگر یک جوون بخواد که حداقلهاش رو داشته باشه حداقل نیازهاش رو داشته باشه ساختار شخصیتی و هویتی یک انسان در نوجوانی و جوانی شکل میگیره و رو به تکامل میره ما در این زمینه چه میکنیم ما در این زمینه توی مملکت خودمون با چی طرف هستیم ببینید وقتی که یک آموزش و پرورش صحیح باشه طبیعتا زمینه پیشرفت باشه بتونه جایی رو باز بکنه طرف برای خودش یه آدمی مثل مریم میرزاخانی از توش بیرون میاد که این آدم میتونه که تحول جهانی ایجاد بکنه البته مریم میرزاخانی تنها نیست درست اون بالاترین جایگاه علمی و ریاضی رو به خودش اختصاص داده در جهان ولی بسیارانی هستند که در این زمینه در داخل ایران و در خارج از ایران پیشرفت های گوناگون علمی اجتماعی سیاسی همه اینها رو دارا شدند و تونستن حرکت رو به وجود بیارن ولی وقتی منفی باشه چه اتفاقی میفته نگاه بکنید به دوران بهترین رئیس جمهور جمهوری اسلامی آقای محمد خاتمی کارنامه ای رو کتابی رو ایشون در دوران اولین دوره رئیس جمهوری منتشر کردن ببینید که پیشرفت ها در زمینه دارالقران قرآن چقدره در زمینه ائمه جمعه چه پیشرفت هایی به وجود آمده در زمان در زمینه های متعدد و متفاوتی که بچه های کوچولو رو به جای اینکه درس بخونن میبرن به اردوهای نگاه بکنید به این بچه ببینید که چه اتفاقی میفته که چنین حالتی برای این بچه ایجاد میشه این بچه مثل همه بچه های دیگه دچار بحران اتفاقا بیدینی میشه همونطوری که توی جامعه ایران این بحران به وجود آمده نه اینکه درسته ولی واقعیت تلخه که ما باهاش مواجه هستیم در اینکه بحران شخصیتی براش ایجاد میکنه ولی چه اتفاقی بعدش میفته این بچه ها این نوجوان ها این جوون ها برای اینکه بتونن از این مخمسه جمهوری اسلامی نجات پیدا بکنن پیشرفت هایی که در داخل ایران مطرحه براشون اولمپیاد هایی که اینا برنده جایزه های جهانی میشن نگاه بکنید در زمان آقای رفسنجانی این آدم هایی که اولمپیاد های برنده اولمپیاد ها شدن چه دختر و چه پسر که مریم میرزاخانی هم جزشونه امروز ببینید که چه تعداد از اینها در کشورهای جهان صاحب نام هستند چه تعدادی در زندان هستند چه تعدادی اعدام شدند اینها نخبه های کشور ما هستند ولی ماجرا به همینجا خاتمه پیدا نمیکنه ما ناگزیر هستیم اینی که من میگم دلم شور میزنه برای بچه ها برای بچه های ایران برای نوجوانها، ها برای جوون ها بی دلیل نیست ما بیاییم ببینیم که یک ایران چه معنی رو میده ایران و هر کشور دیگه در سطح جهانی یک معنی بیشتر نداره سرمایه و سرمایه گذاری این سرمایه چیه انسان ها. این سرمایه گذاری چیه سرمایه گذاری روی جمعون ها چرا وقتی به این انرژی نگاه میکنیم میبینیم که در کجا واقع شدیم و ما چه استفاده ازش میکنیم من به طور قطع و یقین همه شما میدونید جوونی بر نمیگرده ولی برای جوون همه کار میشه کرد. ما ناگزیر هستیم. ناگزیر هستیم از این سرمایه بسیار بالای کشورمون، نه نفت و گاز، سرمایه انسانی، انرژی جوونهامون، نگاه با آیندهشون. این کمکی که اینترنت کرده تونسته این آگاهی ها رو بالا ببره. همه و همه اینها میتونه جایگاه بسیار بالایی برای ما به وجود بیاره ولی یک راه داره اون یک راه اینه که جمهوری اسلامی نباشه در تمامیتش کلیتش و موجودیتش من برای این مسئله تلاش میکنم و برای اینکه آینده بچه هامون، آینده نوجوانها ها و جوون هاون به وجود بیاد بالاترین باور و تلاش خودم رو دارم Se eu posso gozar.